در روز فوت محمد رضا شاه چه اتفاقاتی افتاد؟ غسال شاه ماجرای اون روز رو تعریف میکنه. محمد رضا شاه 5 مرداد 1359 در سن 61 سالگی در بیمارستان معادی قاهره بر اثر بیماری سرطان غدد لنفاوی درگذشت. 2 روز بعد پیکر او در مسجد رفاعی قاهره پس از تشییع به خاک سپرده شد. آن کسی که بر جنازه شاه نماز خواند سید طالب رفاعی، روحانی شیعه عراقی بود. رفاعی زاده سال 1931 در شهری در جنوب عراق بود. از تحصیل کردگان حوزه علمیه نجف اشرف و از نزدیکان آیت الله شهید سید محمد باقر صدر. او در کتاب امالی از سید طالب رفاعی خاطرات خود را درباره فعالیت‌های سیاسی و روابطش با برخی بزرگان حوزه‌های علمیه نجف اشرف و قم بیان کرده. قبل از اینکه به ادامه صحبت‌های ایشون بپردازیم ازتون متشکرم به خاطر لایک این ویدیو. از سید رفاعی خواسته شد که درباره جزئیات نماز خواندنش بر جنازه شاه ایران توضیح بده. او گفت وقتی شاه در قاهره فوت کرد، مهمان محمد انور سادات رئیس جمهور مصر بود. ماه رمضان بود. نیمه ماه، شاید 14 سال 1359. اون روز منو به دیدار وزیر اوقاف مصر زکریا البری فراخواندن که به من گفت با هواپیمای رئیس جمهور آمدم اینجا تا به شما بگویم فردا نماز میت شاه ایران را شما خواهید خواند. برای اینکه از مسئولیت فرار کنم پرسیدم اینو خود رئیس جمهور خواسته؟ گفت بله، او مرا سراغ شما فرستاده و وقتی جواب شما را بگیرم با هواپیمای او برخواهم گشت. ببینید چه خواهید کرد؟ گفتم آقای شیخ زکریا، چه لزومی دارد طالب رفاعی نماز را بخواند؟ شیخ های دیگر هستند و می توانند بخوانند. چرا باید بین شیعه و سنی تفرقه بیاندازیم؟ رو به من کرد و به عادت مصری ها که ما را شیخ می خواندند گفت یا شیخ، من یک پیام از رئیس جمهور آوردم و جوابش بله یا نه است. با من وارد بحث نشو. این که گفتی هیچ ربطی به پیغام من ندارد. به او گفتم به آقای رئیس جمهور بگو سید طالب رفاعی نماز را خواهد خواند. چون دیدم نمیتوانم درخواست رئیس جمهور را رد کنم. او همچنین از من خواست که برایشان توضیح دهم که در مذهب شیعیان چه چیزهایی برای دفن میت لازم است تا تهیه کنند. بعد از آن جلسه به خانه رفتم و تا سحر بیدار ماندم. گفتم که ماه رمضان بود. سحریم را خوردم و خواستم برای نماز صبح آماده شوم که دیدم ماشین‌ها جلوی خانه‌ام جمع شدن. خانومم صدا زد و گفت آماده شو، اومدن. گروهی از کارمندان و افسران نظامی با لباس نظامیشان وارد خانه شدند. گفتم خوش آمدید، نماز را بخوانیم و برویم. گفتند نه، نماز را جای دیگری می‌خوانیم. آماده شو برویم. خلاصه بیان که خوابیده باشم مستقیم به بیمارستان معادی رفتیم. وضو داشتم. داشت آفتاب طلوع می کرد و نمازم را در باغچه بیمارستان خواندم. بعد رفتم داخل و جنازه شاه را گذاشتند روبرویم. از عکس ها می شناختمش. جنازه کاملا سالم بود و انگار خواب بود. بعد کلی پارچه آوردند. گفتم این همه لازم نیست. اندازه کفن را برایشان توضیح دادم و همانجا ناظر بودم تا درست و بر اساس موازین شرعی کفنش کنند. همه مراسم غسل و تکفین زیر نظر خودم انجام شد و او را در تابوت گذاشتند. آن وقت گفتم مأموریت من تمام شد. کار دیگری هم دارید؟ گفتند بله، سوار شو. با ماشین ما را بردند به کاخ زین العابدین که کاخ رئیس جمهور بود و قبلتر ملک فاروق در آن سکونت داشت. آفتاب داشت میزد بالا و احساس کردم دستور دارند مرا نگه دارند و سادات به خانواده شاه وعده داده که نماز بر اساس فقه شیعه بر شاه خوانده شود. این درخواست خود خانواده او بود و شهبانو فرح همسر شاه تأکید داشت که نماز بر اساس مذهب شیعه خوانده شود. به شدت خوابم می آمد. شب را نخوابیده بودم و صبح زود رفته بودیم بیمارستان. آنجا شیخ اوس الانصاری را دیدم. او از تحصیل کرده های الازهر بود، اما آن روز لباس شخصی تنش بود. از قبل با هم آشنا بودیم. پرسید اینجا چه میکنی؟ گفتم قصه از این قرار است. محمد تیمور، پسر تیمور پاشا، یکی از نویسندگان مهم مصر، او را همراهی میکرد و از مسئولان برگزاری مراسم بود. گفتم به محمد تیمور بگو که مرا ببرد
به جایی که قرار است نماز خوانده شود. از من خواسته شده که نماز بخوانم، نه اینکه تشییع کنم. این را برای آن گفتم که از زیر بار تشییع در بروم، چون هم خسته بودم هم نمیخواستم همه دوربین های شبکه هایی که مراسم را مستقیما پخش می کنند روی عمامه من زوم کنند. او درخواستم را پذیرفت و دستور داد یک جیپ نظامی آماده کردند و مرا بردند به مسجد رفاعی. مقبره سلطنتی آنجاست. قرار بود نماز میت آنجا خوانده و همانجا دفن شوند. وقتی رسیدم نشستم روی یک مبل که با بقیه فرق داشت و از همه شیک‌تر بود. محمد تیمور که رئیس تشریفات بود یکی را فرستاد و گفت که روی مبل دیگری بنشین، اینجا جای رئیس جمهور است. گفتم هر وقت رئیس جمهور آمد بلند می شوم. دهانشان بسته شد و ولم کردند. چند ساعتی گذشت و مدام خبرنگاران می آمدند و چیزهایی می پرسیدند و به هیچ کدامشان جواب نمی دادم. انگار لال شده بودم. ظهر شد، جنازه را آورده بودند و در رأس تشییع کنندگان شخص رئیس جمهور انور سادات بود. فوری از جای او روی آن مبل شیک بلند شدم. آمد و مرا بغل کرد. گفتم من روزه‌ام و خیلی خسته شدم، امکان دارد که 10 دقیقه استراحت کنم تا مراسم تشییع تمام شود؟ صدا زد آقا رو ببرید داخل مسجد. فوری آمدند و دورم را گرفتند و انگار روی دستشان مرا به داخل مسجد بردند. هیئت رسمی تشییع کنندگان وارد شبستان مسجد شد. انور سادات بود. نیکسون رئیس جمهور اسبق ایالات متحده بود. پادشاه سابق یونان بود. من هم یک گوشه به دیوار تکیه داده بودم و از جایم بلند نشدم. تعداد زیادی از مسئولان ایرانی زمان شاه هم آنجا بودند. دیدم انور سادات از اطرافیانش پرسید نماز را چه کسی می‌خواند؟ مرا نشانش دادند. نگاهی به من انداخت و گفت آقا بفرمایید برای نماز. چند کلمه فارسی بلد بودم. جلو رفتم و به پسر شاه تسلیت گفتم. ایستادم برای نماز. نماز میت شیعیان 5 تکبیر دارد. در تکبیر 4 دعا برای خود میت است. ماندم چه بگویم. بعد از کمی کلنجار رفتن با خودم این طور گفتم خداوندا، این که در برابر توست بنده تو و پسر بنده تو و پسر کنیز توست. او از ملک و سلطنت خیش بیرون شد و اکنون نیازمند و اسیر توست. با او چنان کن که شایسته اوست. تو اهل بخشایش و مغفرتی. الله اکبر و تکبیر 5 هم که ساده است. یک فاتحه. تمام شد. بعد وارد سرداب شدم تا بر روند دفن کردنش نظارت داشته باشم. دوربین به دست‌ها هم خواستند پایین بیایند، اما انور سادات به من لطف کرد و گفت به احترام میت ورود خبرنگاران به داخل سرداب قبر ممنوع است. آنجا به شاه طبق فقه شیعه تلقین خواندم. بسیاری از عمامه به سرهای سنی هم در مراسم نماز حضور داشتند. کار دفن تمام شد و آمدم بیرون. برخی از ایرانی‌ها آمدند و با من سلام و علیک کردند. هرچند احساس کردم بعضی از آنها از دعایی که در نماز خواندم خوششان نیامده و چپ چپ نگاهم می کردند. پسر بزرگتر شاه که در زمان سلطنت پدرش ولیعهد بود هم آمد و به من سلام کرد. بعد از آن خبر همه جا پخش شد و به خصوص واکنش شیعیان علیه من شدید بود. به ویژه آنهایی که هوادار انقلاب بودند مواضعی علیه من گرفتند. اما اعتنایی به آنها نکردم چون به وظیفه شرعیم عمل کرده بودم. این صحبت‌های غسال شاه ایران بود. نظر شما عزیزان در مورد صحبت‌های ایشون چیه؟ لطفاً یک جمله در وصف محمد رضا شاه بنویسید. سپاسگزارم از لطف و محبت شما عزیزان به خاطر لایک این ویدیو. اگه هنوز عضو کانال نیستید لطفاً روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید. سپاسگزارم. مواظب خودتون باشید.